دوستان گرانقدر به درس روز 29 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس های گذشته ما و شما روی پروسس کردن Advanced Payment to Vendors, Available Credits, Opening Balance و Discount صحبت کردیم. امروز باز ما و شما روی پیمنت ترمز و اوپنینگ بیلنس صحبت میکنیم، یعنی به این معنی که ما شما در درسای روز قبلی یک دفعه روی پروسس کردن اوپنینگ بیلنس ها صحبت کردیم که اگر ما شما بالای کدام وندر خود اوپنینگ بیلنس داشته باشیم و او را به حیث اویلیبل کریدیتس استفاده کنیم و در ویدیوی دیگه شب باز ما شما صحبت کردیم اگر ما شما با کدام وندر خود تعهد کرده باشیم که ما اگر پول را 5 روز بعد پرداخت کردیم باید 5% دیسکاونت بدیم برای ما، او را پروسس کردیم چه قسم پروسس میشه. در این ویدیو که از ما هر دوی زیر یک جای کار میکنیم، به مو خاطر ما چی میکنم؟ میام یک وندر جدید جور میکنم، میام در نیو وندر انتخاب میکنم، با وندر نام میتم تمیم خان نام وندر است. اوپنینگ بیلنس نوشته میکنم که این نفر از ما 10,000 افغانی چیست قرضدار است و این اوپنینگ بیلنس که است از مای اول تاریخ اول مای اگست 2020 است. کرنسیش هم افغانی انتخاب میکنم، بعد از اوکی میگیم. حالا ما شما میتونیم اینمی اوپنینگ بیلنس به حیث اویلیبل کریدیتس وقتی که ما شما چیز را از این نفر پرچیز یا خریداری میکنیم استفاده کنیم. یک مسئله دیگه که از پیش ما ماند، باز سرزمی وندر رایت کلیک میکنم، میریم در ایدیت وندر و در اینجا در بخشی پیمنت سیتنگز میریم و یک پیمنت ترمز انتخاب میکنم و امروز باز که هسته اونم 5% پیمنت ترمز انتخاب میکنم. میگم پول باید وقتی که این وندر برای ما گفته که وقتی که چیزی را از پیش ما میگرفتی پولش باید در 30 روز در مدت 30 روز پرداخت کنی، اگر در 5 روز پرداخت کردی 5% دیسکاونت برات میدم. ایرم انتخاب کردم، اوکی گفتم. اینالی ما از امی وندر که به نام تمیم خان از چیزی را خریداری میکنم، آمدم در کجا؟ در وندرس آمدم، ریسیو آیتم این انترویل، مستقیم آیتم ریسیو کردم و انترویل کردم، بل شامرایش ریسیو کردم و را انتر کردم در برنامه کویک بوکس. آمدم در اینجا میگم از تمیم خان ما چی گرفتیم؟ سی پی او گرفتیم و به مو شکل مونیتور گرفتیم، صحیح است؟ دو دانه ازیر ما گرفتیم و 3 دانه ازیر گرفتیم که مجموعا تعداد ازیر 5 دانه میشه و مجموع قیمتش چقدر میشه؟ 10,000 افغانی میشه، صحیح است؟ 10,000 افغانی شد. اگر ما یک دانه دیگه هم زیاد کنیم در اینجا چقدر میشه؟ تقریبا 12,000 افغانی میشه، بله 12,000. 3 دانه از سی پی او میگیریم، 3 دانه از مونیتور. بعد از او اگر شما ببینین پیمنت ترمز هم انتخاب شدگی است و تاریخ امروز انتخاب میکنه، مثلا ریسیو آیتم ما به تاریخ 15 کردیم و پول که ما پرداخت میکنیم به تاریخ 15 مای اکتبر پرداخت میکنیم، چون باید 30 روز تفاوت داشته باشه و ای را ما این دفعه انتقال میتیم در مزار سایت یس انتخاب کردیم که او را ای پایین مزار نوشته شد. بعد از او سیو این کلوز گفتم، وقتی که سیو این کلوز انتخاب کردم، اول خود کویک بوک دیجا برای ما اتوماتیکلی یک محاسبه کرد، برای ما گفت که بیادر تو فعلا 2,000 افغانی از امید تمیم خان قرضدار هستی. در صورتی که ما و شما بالای تمیم خان 10,000 افغانی قرض داشتیم، این 2,000 به خاطر ازی شده که از 12,000 روپر ما و شما آیتم ریسیو کردیم. وقتی که از 12,000 10,000 منفی کنیم، ما و شما 2,000 میمانه که در اینجا برای ما نشان میده که اول 12,000 روپر سر ازی کردیت داشتی، 12,000 روپر تو بل مثلا پروسس کردی، یک چیزی را گرفتی از پیشش، با مو خاطر از 12,000 که 10,000 بر 2,000 میمانه. مگر می پروسس نهایی نیست، یعنی مکمل پروسس نشده، فقط یک اموجه برای ما فیزیکلی یک شارت معلومات برای ما میده. به خاطر از اینکه نهایی پروسس شد، به خاطر از اینکه اویلیبل کریدیتس ما شما تنوز مانده،
discount یا payment terms که ما کده بودیم قد ازی نفر او discount هنوز مانده او پروسس نشده بخاطر پروسس کدن اردوی ازی باز میایم در مینوی وندرز اینجا که آمدیم باز میایم روی پی بیل کلیک میکنیم پی بیل سک انتخاب کردیم میگیم بلایی که به افغانیست برای ما نشان بده که بالای ما پی بیل باشه میگه یک دانسته او هم از تمیم خان است این انتخاب میکنم که انتخاب کردم برای ما میگه بیل از 12000 افغانیست و اماونتی که تو باید پی کنی چقدر است 12000 افغانیست ما میگم بیادر در اینجا باز در پایین برای ما یک معلومات دیگه میده که 10000 افغانی تو توتل اویلیبل کریدیتس داری یا توتل کریدیتس اویلیبل 10000 افغانیست و به مو شکل اگر 5% دسکاونت در نظر بگیریم 600 افغانی میشه از زمین 12000 5% دسکاونت 600 افغانی میشه این اردوی ازی باید کم شوه از زمین 12000 میگم وقتی که ایرم محاسبه کنم ایرم محاسبه کنم چقدر میشه میایم اول سیت کریدیت کلیک میکنم بعد از او ایر انتخاب میکنم اوکی میگیم ای هم سیت شد در اینجا آمد ببینین کریدیتس یوز 10000 افغانی دسکاونت هنوز یوز نشده میام سر سیت دسکاونت اکاونت چیزا کلش انتخاب شده گیز بعد از او فقط دن کلیک میکنم وقتی دن کلیک کرد 600 افغانی در اینجا آمد ای اردو ازی ازی منفی بینشه وقتی که اردو ازی ازی منفی شوه از 12000 افغانی که 10600 افغانی منفی شوه چقدر میمانه 1400 افغانی میمانه و این 1400 افغانی رو ما از چی پرداخت میکنیم میگم این 1400 افغانی رو ما هیچ پرداخت نمیکنیم این چی کدم صفر اماونت تو پیس ما میگم صفر هیچ پول فعلا نمیدیم چون 11000 ای از سابق قرضدار ما بود 600 روپیه دیسکاونت شد و انال ایره که چی کنیم چقدر بالای ما شما پول میمانه از این نفر اونمو پول ما در چی دیگه باز پروسس میکنیم بعد از چی میکنم پی سلیکتد بیل میگم وقتی که پی سلیکتد بیل کلیک کردم انال شما ببینین بعد از مدن کلیک میکنم ده اینجا برای ما 1400 افغانی را نشان میده هیچ پرداخت نکردم پول فقط ما امو اویلیبل کریدیتس یا اوپنینگ بیلنس استفاده کردم و د پالو ایزی که هست امو دسکاونت یا پیمنت ترمز که از طریق از ما شما دسکاونت میگرفت مور استفاده کردیم او را که پرداخت کردم 1400 افغانی بالای ما شما مانده که او را باز ما شما بعدا چی میکنیم به این نفر پیمنت میکنیم یا پیبل میکنیم دیگه ای بود دوستا چه قسم شما میتونین که در یک ترانزکشن هم اوپنینگ بیلنس که در حقیقت اویلیبل کریدیتس هستن او را پروسس کنین و پیمنت ترمز که در حقیقت دسکاونت است او را پروسس کنین یعنی همزمان چه قسم اردوی زیر ما شما در برنامه کویک بوکس پروسس میکنیم